با درود به بینندگان خوب تلویزیون ایران فردا، عسل پهلوان هستم و دقایق رو با شما بینندگان خوب تلویزیون خواهم بود. امیدوارم در هر کجای دنیا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید و به دور از بلا. برنامه رو آغاز میکنم با مجله فردوسی امروز این هفته. همونطور که روی جلد رو مشاهده میکنید، مجله فردوسی امروز به شماره 598 خودش شادی در روزگار ناامیدی آقای قفوری، و میدونید که تیم تاج استقلال امروز برنده شد و یک شادی رو آورد، و همونطور که میدونید آقای قفوری هم در هفته گذشته براتون گفتم که در اینکه مردم گرسنه هستند و به خیابان ها آمدن حمایت کرد و گفت حرف من حرف مردمه و مورد استقبال همگی قرار گرفت. در استادیوم اسم او رو فریاد می زدن و این شد که روی مجله این هفته فردوسی ما هم به این سوژه اختصاص داده شد. برنامه رو ادامه میدم، نمیتونم وقتی که برنامه رو شروع میکنم از آبادان نگم. آبادان از سینما رکس تا این ساختمان، ریزش ساختمان و کشته شدن به تعدادش رو مشخص نیست، مطمئنن تعداد زیاده. و تسلیتی بگم به هموطنانمون در آبادان، واقعا درد بزرگیست. دیدن فیلم ها و عکس ها شدیدن آدم رو ناراحت میکنه و دوست داشتم در این قسمت یک ویدیوی دیدم کوتاه با هم نگاه میکنیم و برمیگردیم و به ادامه برنامه پردازیم. شیرین زبون خدا دردت و جون و زندت بری نداشت دل سر مردت بخور لالای زنده مذابه خدا کی چی رو بابه لالای لای هر که دی داغه و چشم اونش خرابه لالای صوتم بلالا لالای عشق از بالا دلم خش بیتی. ویدیو دیگری که در مورد آبادان دوست داشتم در اینجا پخش کنم، عزاداری هموطنان آبادانی ما در خیابانه، عزاداریشون رو با هم نگاه میکنیم. بله، نمیتونستم نگذارم و نمیتونستم فیلم ها رو نشون ندم، هرچند که مطمئن هستم به مراتب فیلم ها رو دیدید و همینطور دارین دنبال میکنید. ولی در همین زمینه مادر پویا بختیاری پیامی داده که دوست داشتم این پیام رو با هم بشنویم. خانم ناهیده شیرپیشه، مادر پویا بختیاری. مادر عزیز، خواهر همدردم که فرزندت رو در اعتراضات ایزه، اندیمشک، خوزستان، کرمانشاه و یا هر شهر دیگه‌ای به قتل رسوندن. خواهر همدردم، مادر عزیزم که فرزندت زیر آوار در سقوط متروپول کشته شده، من با تو هم همدردم. هر مادری که بر اثر ناکارآمدی های رژیم و حکومت فرزندش رو از دست داده و یا اعضای خانوادش رو، من با شما هم همدردم.
درد تو رو میفهمم، در غمت شریکم و دلم میخواست الان کنارت باشم تا سرت رو بگیرم روی شونم و بهت بگم که میفهممت، درکت میکنم، خیلی غمت سنگینه، اما دووم بیار. بله، واقعا هر کدوم از این ویدیوها رو که نگاه میکنید یک دردی رو به دردهامون اضافه میکنه. در همین هفته تولد محمد طاهری بود، کسی که در آبان 1398 با گلوله‌ای بر سینه او کشته میشه. تولد او رو با هم نگاه میکنیم. بگذارید اول صحبت مادر او رو بشنویم، مادری که هنوز منتظر فرزندشه که از دانشگاه بیاد. نگاه کنید. این بچه منه، دانشجو بچه منه، چه بلایی باید بچه منه الان اینجا نباشه؟ بچه من چرا رفته؟ به چه دلیلی بچه منو کشتن؟ چه حقی داره بچه منو کشتن؟ خواهش چی بود؟ گلایی بچه من چی بوده؟ من همون خوزر دارم بچه من از دانشگاه بیاد خونه. بچه من دانشجو بود، بچه من جوون بوده، بارد آرزی داشت. بله، در این هفته دو ویدیو دیگه دارم که دوست داشتم با هم نگاه بکنیم. یکی از دو نفری که میخوام براتون صحبت کنم از جزء بیانیه 14 نفره هستن و در این هفته، در هفته گذشته که نرسیدم ویدیو رو پخش کنم، خانم فاطمه سپهری از برادر خودش میگه و آقای سپهری کسی است که بیانیه 14 نفر را امضا کرده و امروز هنوز که هنوز در زندان به سر میبره. سلام، امروز 31 اردیبهشت هست. برادرم بعد از ظهر زنگ زد. الان که زنگ زد گفت که صبح اومدن زندان، صدا زدن آقای سپهری شما اعزام به درمان بردن. بعد که رفتن بردن به دادگاه انقلاب. اونجا که رفتن بردن شعبه 901. بعد چند ساعتی که اونجا بودن گفتن که بازپرس میگه امروز حوصله رسیدگی نداریم، برگردونین زندان. برادر میپرسه خب حالا که من آوردن اینجا به چه جرمی، چیه من میگه که ما رسیدگی کردیم به اون جرایمی که شما روز 11 فروردین که مأمور ابلاغ اومده و به تو توهینم کرده و بالاخره دست تو پیشوندن و به زمین زدنه، اونجا شما به سرباز گفتی بی شرف دستم رو و همین دیگه برمیگردوننش زندان. و ما بعدی که مطلع شدیم از اون اتفاق روز 11 فروردین، همون روز برادرم رو 4 شب در سلول انفرادی سلول اعدامی ها میبرن، 4 روز تلفنشو قطع میکنن و اونجا خیلی اذیت شده بود. برادرم در سال 98 یک نوبت بند 104 بردن کتک زدن دستش آسیب دید، یه بار سال 99 بردن بند 102 کتک زدن که اینا رو روزی که ما رفتیم و تقاضا کردیم یه اتفاق افتاده، آقای رحمانی گفتن من میرم زندان رسیدگی میکنم. 22 فروردین با هیئتی رفته بودن که از اطلاعات هم همراهشون بودن، فردی به نام میسم نامی هست، همه کاره اطلاعات. اونجا برادرم گفته بود که شما باید این موضوع رسیدگی کنین. چرا اینا اومدن؟ به خاطر گرفتن یک ابلاغیه که من تقاضا کردم، من 4 شب در سلول انفرادی بردن اینا. و بعد آقای رحمانی میگه من رسیدگی میکنم. میگه خب پس اگه قرار شما رسیدگی کنین، لطفاً به این که من 2 ماه قبل از رفتن به زندان حقوقم رو قطع کرده آموزش پرورش و من رو متهم کردن که شما به رهبر توهین کردی و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری حقوقم رو قطع کردن. بعد که باز قبل از بازداشت یک نفر چاوکش رو فرستاده بودیم، اتاق چاوکشی رو در خونم که مزاحم خودم
خانوادم شد و اینا رو هم رسیدگی کنین. من زندان بودم، یک زمینی رو بدون که به من خبر بدین، بدون که من رو مطلع کنین، حکم فروش زمینم را دادین و من ضرر کردم، میلیاردی ضرر کردم زمینم رو فروختین و انواع اینا رو شما رسیدگی کنین. حالا امروز برادرم رو بردن و اینجوری شدن. ما میگیم که چون جمهوری اسلامی میخواد عزیزای ما رو در زندان نگه داره، میاد پرونده سازی میکنه و دروغ و اتهام. چون برادر من باید بعد از 20 ماه میامد بیرون، الان نزدیک به 3 ساله که زندانه. پسر آقای نوریزاد رو چند روز پیش مطلع شدیم که باز براش یه پرونده دیگه ساختن و اتهام های دیگه بهش نسبت دادن. خانم منصوری رو بازداشت کردن الان و اون دارن اتهام میزنن. جمهوری اسلامی برای که عزیزای ما رو آزاد نکنه، برای اینا دروغ و تهمت و پرونده سازی میکنه. خانم فاطمه ملکی از پرونده سازی جدیدی صحبت میکنه برای فرزندش. خانم فاطمه ملکی که همسر و فرزندش هر دو در زندان هستند و میبینیم که باز پرونده دیگری رو برای علی دوباره پرونده سازی کردند. گوش بدیم به صحبت‌های خانم فاطمه ملکی. به نام خدای آزادی، یک پرونده سازی جدید برای پسرم علی و قطع تلفن آقای نوریزاد. همسرم محمد نوریزاد رو برای همدردی و همراهی دکتر کمال جعفری یزدی در مرداد ماه سال 98 در مشهد بازداشت کردند و بعد به 15 سال زندان و 2 سال تبعید محکوم کردند. پسرم علی رو هم به خاطر همدردی با خانواده کشته شدگان اوکراینی در دی ماه 1398 بازداشت کرده و به 3 سال و نیم زندان محکوم کردند. حالا آقای نوریزاد بیگناه همچنان زندانه، ولی علی با بیگناهی تمام و با سپری کردن بیش از 1/3 محکومیت خودش مطابق قانون آزاد شد. ولی چه فایده؟ این حس آزادی بیش از 3 ماه به درازا نکشید که یه پرونده جدید دوباره براش باز کردن. در تاریخ 21 اردیبهشت احضاریه‌ای به علی ابلاغ شد که علت حضورش تشویش اذهان عمومی بود. واقعا جای تعجب داشت. او چگونه میتونست در این 3 ماهی پس از آزادی باعث تشویش اذهان عمومی بشه، در حالی که خودش در این 2 سال زندان بیدلیل ذهنش مشوش شده بود به اندازه کافی؟ 5 روز فرصت داشتیم مراجعه کنیم. روز یکشنبه 25 اردیبهشت به دادگاه عمومی فشافویه رفتیم و متوجه شدیم پرونده جدیدی ساختن. خب این خودش فکر بکر بود در راستای این که فشار به خانواده و آقای نوریزاد بیارن. با قرار کفالت علی بازداشت نشد. در حال حاضرم 1 هفته است که تلفن آقای نوریزاد رو قطع کردن. آزار رو بس کنید. بس آزار. در این سالها من خودم شخصا نجابت به خرج دادم و صبوری کردم. ولی در حال حاضر انتظار دارم. این پرونده‌ای که تازه به ناحق گشوده شده به شایستگی بسته بشه و خانواده رو بیش از این مورد آزار و اذیت قرار ندید. در این شرایط بیخبری ما به شدت نگران حال آقای نوریزاد هستیم. ما منتظر آزادیشون بودیم و تازه خبر رسیده که تلفنش رو قطع کردید. واقعا متاسفم. زندانیان بیگناه رو آزاد کنید. همه زندانیان سیاسی رو آزاد کنید. در کنار همه اونها همسر من محمد نوریزاد رو هم آزاد کنید. به امید اون روز. فاطمه ملکی، 29 اردیبهشت 1401. به ادامه خبرهای این هفته در مورد زندانیان می‌پردازم. مجید رضایی جهت اجرای حکم حبس احضار شد. مجید رضایی فعال مدنی است، یه ابلاغیه‌ای که جهت اجرای حکم حبس 9 ماهه به شعبه 1 اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار شد. از آقای رضایی خواسته شده تا ظرف مدت 5 روز خودشون رو
به دادسرای اوین احضار کند. مجید رضایی پیشتر توسط شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم با تسلیم به رأی به 9 ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد. او علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی به ارائه روزانه 4 ساعت خدمات عمومی به مدت 3 ماه به عنوان پاکبان تحت نظارت حراست شهرداری تهران و شرکت در دوره‌های مشاوره کنترل هیجان و روان در مؤسسه روانشناسی ماوای قم به مدت 8 ساعت محکوم شد. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مجید رضایی در تاریخ 9 اسفند 99 برگزار شد و حالا هم که میبینید ایشون رو احضار کردن. واقعا میبینید که وقتی یک حکم تکمیلی رو برای کسی صادر میکنن، حکم تکمیلی این و اینکه بخوان در مورد حکم تکمیلی هم یک شکنجه روحی روانی به آقای مجید رضایی بدن و او رو به کنترل هیجان و روان درمانی و در مؤسسه روانشناسی ایشون رو گفتن بعد بره و 8 ساعت در اونجا، واقعا برای اذیت فعالین مدنی، یک فعال مدنی، من این فهمم برشی باید بره به روانشناسی و کنترل هیجان. واقعا که عبدالرسول مرتضوی هم جزو کسانی است که بیانیه 14 نفره را امضا کرده و امروز در زندان به سر میبره، زندان رجای شهر کرج و تداوم نگهداری او در سلول انفرادی. عبدالرسول مرتضوی زندانی سیاسی است که در همین هفته کماکان در یکی از سلول‌های انفرادی زندان رجای شهر کرج نگهداری میشه. آقای مرتضوی در تاریخ 8 اردیبهشت ماه به صورت تنبیهی به یکی از سلول‌های انفرادی این زندان سویت منتقل شد. یک منبع معتبر در این خصوص گفته که آقای مرتضوی پیشتر درخواست انتقال به اصفهان زندان محل زندگی خود را داده بود، اما حالا مسئولین زندان با گذشت نزدیک به 1 ماه به همین بهانه واهی و این وعده که به زودی به اصفهان منتقل می شود از بازگرداندنش به بند عمومی ممانعت می کنند. همونطور که براتون گفتم آقای مرتضوی جزو کسانی است که بیانیه 14 نفره را امضا کرده بود و ایشون 26 سال حبس محکوم شدند که از این میزان 11 سال زندان به عنوان مجازات اشد در خصوص ایشون قابل اجراست و حالا هم به دلیل که اینکه ایشون خواسته و تقاضا کرده که حداقل ایشون رو ببرن به اصفهان در محلی که ایشون زندگی میکنه، به جای که این کار رو انجام بدن او رو به سلول انفرادی که سویت نام داره منتقلش کردن. واقعا از کلمه سویت وقتی که در خارج استفاده میکنید میگن بهترین اتاق، مجهزترین اتاق و قشنگترین اتاق. در جمهوری اسلامی سویت یعنی سلول انفرادی، یعنی بدترین سلول در زندان. آقای عبدالرسول مرتضوی. آقای سعید مدنی همچنان در زندان به سر میبرند و وکیل ایشون آقای مصطفی نیلی در این زمینه در مورد این نویسنده و جامعه شناس گفتن که او بازجویی‌هاش ادامه داره و وی همچنان در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین نگهداری میشه و به خانواده سعید مدنی گفته شده که در مراحل دادسرا تنها وکلای مورد اعتماد رئیس دستگاه قضا می توانند وکالت او را بر عهده بگیرند. این در حالی است که پس از پیگیری هیچ لیستی از وکلای مذکور در اختیار خانواده مدنی قرار نگرفته است و نمیتونن وکیل خودشون رو انتخاب کنند. این هم جدیدن. یوسف امینی جهت تحمل حبس راهی زندان شد. آقای یوسف امینی جهت اجرای دوران محکومیت خودش در روستای گورگای از توابع شهرستان آشنویه جهت اجرای حکمش به زندان احضار شد و ایشون توسط نیروهای امنیتی در محکوم، یعنی در واقع دستگیر شده بودند و طی مراحل بازجویی آزاد شده بودند و حالا هم و وثیقه گذاشتن آزادشون کردن، ولی باز حالا حکمشون رو به اجرا گذاشتن و ایشون راهی زندان شدن. گزارشی از تداوم بازداشت 3 فعال صنفی معلمان در سنندج. شعبان محمدی، اسکندر لطفی و مسعود نیکوخا فعالان صنفی
معلمان هستند که در بازداشتگاه ستاد خبری اطلاعات اداره اطلاعات سنندج در بازداشت و بلاتکلیفی به سر میبرند. به گفته یک منبع نزدیک به خانواده این شهروندان، آقای لطفی و محمدی در تماس تلفنی با خانواده ها گفتند که اتهامات مطروحه به هیچ عنوان درست نیست و در بازجویی ها نیز از پذیرش آن خودداری کردند و میدونید که برای اینکه بخوان یک حکمی رو براشون صادر کنند، حالا همینطوری میگن باید اعتراف کنید و این عزیزان رد کردن و هنوز هم قبول نکردن. تبعید و جزای نقدی رقیه بیگدلی جهت اجرایی حکم ایشون رو احضار کردن. رقیه بیگدلی شهروند ساکن کرج هستش و یکی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری دیماه 1398 با دریافت ابلاغیه که جهت اجرای حکم 2 سال و 8 ماه تبعید به زنجان و جزای نقدی به شعبه 7 اجرای احکام دادسرای کرج احضار شد. خانم بیگدلی از وی خواستن که طی مدت 10 روز از این تاریخ جهت اجرای حکمش حتما خودشون رو معرفی بکنن. خانم بیگدلی در تاریخ 21 دی ماه 98 توسط نیروهای امنیتی همراه با ضرب و شتم در فلکه 3 گوهردشت کرج بازداشت و به بازداشتگاه پلیس امنیت واقع در خیابان نبوت منتقل شد. وی ابتدا مشکوک به ضربه مغزی تشخیص داده شد و به همین دلیل به بیمارستان منتقل شد. این شهروند مجدداً صبح روز یکشنبه 22 دی ماه همان سال به بازداشتگاه امنیت بازگردانده شد و عصر همان روز به زندان کچویه کرج منتقل شد. خانم بیگدلی پس از 10 روز با قرار وثیقه 300 میلیون تومانی به صورت موقت و تا پایان مراحل دادسرای از زندان آزاد شد. خانم رقیه بیگدلی نهایتاً تیر ماه 99 توسط شعبه 1 دادگاه انقلاب کرج از بابت اتهام عضویت در دسته و جمعیت معارض با امنیت کشور، اقدام تبلیغی علیه نظام و تحریک دیگران به جنگ و کشتار به قصد برهم زدن امنیت کشور به 5 سال حبس که 4 سال و 11 ماه آن به مدت 5 سال به حالت تعلیق در آمده بود و 2 سال تبعید به زنجان محکوم شد. این حکم شهریور 99 توسط شعبه 6 دادگاه تجدید نظر استان البرز به ریاست قاضی رحمان شعبانی و مستشاری رسول کرمپور تعیید شد و حالا هم که ایشون رو احضارش کردن و قراره که بره به زندان. اعتصاب قضا و گزارشی از وضعیت 8 زندانی اعتصابی در زندان‌های مختلف کشور. طی هفته‌های اخیر دست کم 8 زندانی و شهروند بازداشت شده در زندان‌های مختلف کشور با طرح مطالباتی مختلف دست به اعتصاب قضا زدند که کماکان ادامه دارد. فریدون زاکری نسب، وحید باقری، برزان محمدی، فرهاد میسمی، اسکندر لطفی، حسن سعیدی، سالار صدیق همدانی، ابراهیم صدیق همدانی از جمله این زندانیان هستند. در گزارشی آمده است که اینها دست به اعتصاب قضا زدند و باید بگم که آقای وحید باقری به خاطر همین اعتصاب قضاشون افت شدید فشار و فشار خون هم دارن و متاسفانه شرایط خوبی رو ندارن در زندان تهران بزرگ. برزان محمدی فعال مدنی است که دست به اعتصاب قضا زده و ایشون به دلیل قرنطینه بودن در اعتصاب قضا هستند و اسکندر لطفی فعال صنفی معلمان هستش. حسن سعیدی عضو سندیکای کارگران، سالار صدیق همدانی زندانی سیاسی و همینطور باید بگم فرهاد میسمی از فعالین مدنی هستند که در زندانهای متفاوتی دست به اعتصاب قضا زدن. و در آخر دوست داشتم فقط یک خبری رو براتون در یک دقیقه آخر بگم که هستی امیری به حبس و محرومیت اجتماعی محکوم شد که به خاطر همین حبسی که ایشون محکوم شده در دانشگاه‌های متعددی در تهران دست به اعتراض زدن به خاطر خانم امیری.
با تشکر رضای عزیزم در اتاق فرمان و با تشکر از شما بینندگان که نشستید و این دقایق با من همراه من بودید. تا برنامه دیگر، ساعت دیگر، همه شما عزیزان را به خداوند بزرگ می‌سپارم. یادتون باشه قدر هم دیگرم بدید. خدا نگهدار.